بیانیه چهل و سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران فصل چهارم بحران ویران کننده اقتصادی پلاکت عمومی جامعه انتجاری جنبش های اعتراضی بخش اول بیست چهار حاکمیت غارتگران، سوداگران، فاسدان، راندخاران و چپاولگران و در رأس آن خامنه ای زندگی مردم ایران را نروزانه که در هر ساعت به سوی فلاکت و تباهی سوق می دهد. تعرض به سطح زندگی و معیشت مردم بدون دنده و ترمز ادامه دارد. اکنون دیگر نمی توان از سفره کوچک شده مردم صحبت کرد سفره بیگوشت، لبنیات، مواد روغنی و سایر مایحتاج اولیه زندگی رمقی برای اکثریت مردم به جا نگذاشته است بحران اقتصادی آنچنان عمیق و همه جانبه شده که صفت عبر بحران برای آن کافی نیست. رشد منفی اقتصادی، کسری بودجه، رشد سرساماور نقدینگی، افزایش نرخ تورم، سقوط ارزش ریال، افزایش موج بیکاری، تنزل سطح دست موزها، تعطیلی واحدهای تولیدی کمبود شدید آب و برق و گاز و تخریب محیط زیست و آتش کشیده شدن جنگلها اختلاس فقر بیخانمانی ناهنجاریهای اجتماعی اعتیاد فحشا و خودکشی همراه با قارت و چپاول اموال و ثروتهای مردم و کشور مهمترین مشخصه های وضع کنونی است. در حالی که بخشی از منابع کشور برای سرکوب و صدور ارتجا و مداخله آشوبگرانه و برنامه سازی اتمی هزینه می شود، بخش دیگر توسط حکومتیان قارت می شود. حکومت به جای سرمایه گذاری مؤثر برای برون رفت از این فاجعه یا مهاران های ملی را چپاول کرده و به حراج گذاشت و درآمدها و دارایی های کشور را برای سرکوب مردم به پا خواسته کنترل زندگی خصوصی مردم صدور ارتجا و مداخله گرانه هزینه کرده و میکند مناسبات اقتصادی در ایران اگر در کلیترین ارزیابی سرمایهداری در یک کشور پیرامونی است اما در آن پدیده های سوداگری که در قرن های پیش در اروپا رایج بود قارتگری یا چپاول که در روابط بین کشورهای استعماری جریان داشت و راندخاری که یک آرزه یا ویروس در رشد سیستم سرمایداری است در اقتصاد تحت نظام ولایت فقیه جنبه قالب دارد. از این رو در سیستم اقتصادی ایران سوداگری، قارتگری یا چپاول و راندخاری حاکم است و این عناصر در بسیاری از موارد نظام حاکم را با چالش های بیشمار روبرو کرده است. راست این است که بدون تغییر سیاست فاجعه بار هستهی توقف تحریم ها قبول FATF و کنوانسیون های مرتبط به آن مانند CFT و پالرمو و پولشویی و تغییر سیاست خارجی بر اساس منافع ملی و نه منافع ولی فقیه بحران اقتصادی نه فقط تخفیف پیدا نمی کند بلکه روز به روز تشدید می شود. راهبرد بازدارندگی در برابر توسعه و به بی بیان دیگر امنیت نظام در برابر پیشرفت کشور و جامعه چنان شرایطی ایجاد کرده که صدای برخی از دلسوزان نظام از باند ولی فقیه را هم بلند کرده است. آنها می نویسند و از به جایی خواهد رسید که اگر این لشکر گرسنگان به میدان و خیابان بیایند هیچ کس نمی تواند اینها را جمع کند. دیدار نیوز 9 اسفند 1401 و ثروت 24 تیر 1402 و از به جایی خواهد رسید که اگر این لشکر گرسنگان به میدان و خیابان بیان هیچ کس نمیتواند اینها رو جمع کنه صادق الحسینی اقتصاددان حکومتی در پستی در شبکه ایکس به سه بحران بزرگ حکومت آخوندی که او از آنها به عنوان شکاف بزرگ بین حاکمیت و مردم نام میبرد اعتراف کرد و نوشت شکاف معیشت ده میلیون فقیر جدید که در این سیزده سال فقیر شدند. شکاف بین نسلی 25 میلیون متولد هفتاد تا نوت که شغل، فیلترینگ و هجاب دقدقه آنهاست. شکاف تبعیض 44 میلیون زن و سی میلیون اقوام و مذاهبی که در حکمرانی حضور کمرنگ دارند. آخوند سید علی محقق داماد پیرامون اوضاع کشور می گوید ایران با داشتن امکانات بسیار عقب های زیادی دارد. ایرانی که روی نفت و گاز خوابیده اما برق کافی ندارد. این واقعا سوال است که علا رقم داشتن این همه منابع نفتی و گازی برای چه ایران در زمستان کمبود گاز دارد و در تابستان با کمبود برق مواجه می شود. جماران 17 مرداد 1403 روزبه کردونی کارشناس حکومتی آسیب های اجتماعی در مصاحبه ای گفت جمعیت زیر خط فقر دو برابر و شاغلین زیر خط فقر پنج برابر شدند. مطالعات ما نشان میداد بین سال 98 تا 1400 در دوره کرونا و مطالعه معاونت اجتماعی و فرهنگی وزارت کار در سال 1401 که روند همین مطالعه را تایید کرد جمعیت زیر خط فقر مطلق کشور از 15 درصد به 30 درصد افزایش یافت در واقع تعداد افراد زیر خط فقر ما در مدت کمتر از چهار سال به دو برابر افزایش پیدا کرد ایلنا 18 فروردین 1403 مطالعات ما نشون میداد بین سال 96 تا 98 یا ببخشید 98 تا 1400 که بعدها گزارشی که معاونت رفاه 1401 هم منتشر کرد این رو افزایش داد جمعیت زیر خط فقر مطلق کشور از 15 درصد رسیده به 30 درصد یعنی شما برای اولین بار ظرف دو یا سه سال جمعیت زیر خط فقر مطلق دوباره 100 درصد افزایش پیدا کرد چنانکه در بیانیه سال گذشته شورا خاطر نشان شد بررسی های مبتنی بر داده های تحقیق شده نشان میدهد جمعیت زیر خط فقر بین 75 تا 80 درصد جمعیت کشور است رسانه های حکومتی کرارن شمار مردم زیر خط فقر را 65 میلیون نفر برآورد کردند 25 خامنه ای در سخنرانی نوروزی 1403 شعار سال را جهش تولید با مشارکت مردم اعلام کرد و گفت امسال اولین سال شروع برنامه هفتم توسعه است برنامه هفتم امسال شروع می شود هدف کلی برنامه هفتم شکوفایی اقتصاد همراه با عدالت است لکن برای پایان این برنامه اهدافی را ذکر کردند که اینها خیلی مهم است اهداف برنامه هفتم به گفته ولی فقی تکرقمی کردن تورم اصلاح ساختار بودجه تحول در نظام مالیاتی تولید حداقل 90 درصد از کالاهای اساسی در داخل کشور و افزایش بهرهوری آب کشاورزی است. سخنان نوروزی و پیام خامنه ای در اول سال از درون باطلاق شکست ها و بحران هایی که در آن دست و پا زند بیرون می آید. خلیفه ارتجا که در باد و بلوف و پیروزی جلوه دادن شکست ها ید طولایی دارد اما با چنان ویرانی در اقتصاد کشور روبروست که در اعتراف سریحی گفت نقطه ضعف اساسی کشور عبارت است از مسئله اقتصاد نقطه ضعف اساسی کشور عبارت از مسئله اقتصاد او به رغم تلاش وقیهانش برای موفق جلوه دادن شعار سال گذشته گفت در مورد شعار سال 1402 که عبارت بود از مهار تورم و رشد تولید کارهای خوبی انجام گرفت در هر دو بخش شعار کارهایی انجام گرفت پیشرفت هایی هم اتفاق افتاد البته نه به قدر مطلوب در مورد شعار سال 1402 که عبارت بود از مهار تورم و رشد تولید کارهای خوبی انجام گرفت در هر دو بخش شعار کارهای انجام گرفت ولی باید ادامه پیدا کنه و این شعار شعاری نیست که در یک سال توقع داشته باشیم که به نحوه مطلوب انجام بگیره خامنه ای نتیجه گرفت که مسئله تولید بنابر این مسئله مهم است و به همین جهت امسال هم روی مسئله تولید تکیه می کنم و توقع دارم انتظار دارم که انشاءالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفتد امسال و معتقدم به جد اعتقاد دارم که این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد افتاد توقع دارم که انشالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفته امسال و معتقدم به جد اعتقاد دارم که این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد افتاد در فرهنگ لغت وارونه دجالیت همان که جهش تولید به معنای نابودی تولید و مهار تورم به معنای افسار گسیختن تورم است مشارکت مردم در اقتصاد هم دو معنا دارد. یک معنیش دست کردن در جیب مردم و ربودن اندوخته‌هایشان با کلاهبرداری و تزویر است نظیر آنچه دو سال پیش با بورس و بورس بازی بر سر مردم دارای سرمایه های خورد آوردند. معنی دیگر مردمی کردن اقتصاد چنگندازی بیش از پیش سپاه پاسداران و بیت خامنه ای بر تتمه ثروتها و منابع ملی و کارخانهها و صنایع کشور است. روندی که این دو را به بزرگترین کارتل های اقتصادی تبدیل کرده است. رشد آور نقدینگی، افزایش تورم و افزایش شاخص فلاکت مشخصه های دیگر اقتصاد ویران شده در نظام فاسد ولایت فقیه است. همه کارشناسان اقتصادی تایید می کنند که نقدینگی مهمترین عامل تورم است. رشد سرسام‌آور نقدینگی در ایران ناشی از چاپ بدون دند و ترمز پول بدون پشتوانه از طرف بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه است. به گفته همتی رئیس کل سابق بانک مرکزی رژیم، دولت رئیسی در دو سال نیم گذشته نزدیک 600 هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده. یعنی از شهریور 1400 به این طرف چاپ پول 115 درصد رشد داشته است. در دو سال نیم گذشته یه چیزی نزدیک 600 هزار میلیارد تومن پول چاپ کردید یعنی از شهریور 1400 به این طرف چاپ پول 115 درصد رشد داشته است به تصریح همتی از زمان حقامنشیان تا شهریور 1400 کل انتشار پول 519 هزار میلیارد تومان بوده ولی در همین دو سال و نیم دولت رئیسی 600 هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده است توجه بفرمایید از زمان هوبخشتره تا شهری بر 1400 کل انتشار پول 519 هزار میلیارد تومن بوده ولی در همین دو سال نیم شما 600 هزار میلیارد تومن پول چاپ کردید آمارهای جدید بانک مرکزی که در 17 تیر 1403 منتشر شد نشان می دهد نقدینگی در کشور تا پایان سال 1402 خورشیدی به رقم نجومی 7.9 دهم هزار تریلیون تومان رسید است. یعنی در دوری سه سالی دولت رئیسی حجم نقدینگی دو برابر شده است. بر اساس برآورد صندوق بین المللی پول انتظار می رود حجم نقدینگی در ایران طی سال جاری نیست 33 درصد افزایش یابد. وحید شقاقی شهری اقتصاددان در واکنش به انتشار آمار نرخ تورم از سوی مرکز آمار ایران گفت اولین مسئله این است که بانک مرکزی هنوز آمار مربوط به نرخ تورم را منتشر نکرده است. او با بیان اینکه همواره بین آمارهای مرکز آمار ایران و بانک مرکزی فاصله وجود دارد تصریح کرد این فاصله معمولا بین دو تا یازده درصد است. ضمن آنکه معمولا سیاست و شاخص های پولی و بحث کنترل تورم از سوی بانک مرکزی مدیریت می شود و بهتر آن است که برای ارزیابی نرخ تورم نیز به شاخص های پولی بانک مرکزی متکی باشیم تا آمار مرکز و آمار ایران ریشه تورم در اقتصاد ایران تشدید ناترازی های اقتصادی کلان عدم کارایی بخش واقعی اقتصاد ایران و در نتیجه مشکلات بخش مالی در بودجه است که بدون اصلاحات ساختاری و بدون کنترل ناترازی های اقتصاد کلان و بدون تحریک بخش واقعی اقتصاد ایران و بدون کنترل و اصلاح کسری های بودجه و صرفا با اتخاذ سیاست های انقبازی پولی نمی توان تورم را به صورت ماندگار و مستمر کاهش داد. اعتماد 5 خرداد 1403 بررسی های رسانه حکومتی دنیای اقتصاد نشان می دهد در صورتی که تورم ماهانه در تمام ماه‌ها تا پایان سال برابر با دوالیم درصد باشد نرخ تورم نقطه به نقطه تا پایان سال به 24.45 درصد می رسد. 26. شاخص فلاکت که نشان دهنده حاصل جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری است در سال 1402 49 و دهم درصد گزارش شده است این رقم متوسط شاخص فلاکت در استانهای کشور است در برخی از استانها این شاخص بالاتر از متوسط است برای مثال، قرار گرفتن استان اصفهان به عنوان یکی از های صنعتی ایران در جمع ده استان با نرخ فلاکت بالاست. در استان البرز شاخص فلاکت نزدیک به 52 درصد است. به گزارش اکو ایران دوازده اردیبهشت 1402 از میان 31 استان کشور شاخص فلاکت برای 21 استان در زمستان 1402 بالاتر از میانگین کشوری است. به بیان دیگر 21 استان شاخص فلاکتی بالاتر از 49 و را به سطح رساندند. بالاترین شاخص فلاکت در استان کرمانشاه و پایینترین آن در استان تهران به ثبت رسیده است. استان کرمانشاه در حالی طی زمستان بالاترین شاخص فلاکت را به خود اختصاص داده که در پاییز در جایگاه چهارم قرار داشته است. از میان سی و یک استان کشور بالاترین شاخص فلاکت زمستان سال گذشته شست و دو و چهار دهم واحد بوده که به نام استان کرمانشاه ثبت شده است. در جایگاه دوم استان کردستان قرار گرفته که شاخص فلاکت آن شست و دهم واحد به ثبت رسیده است. استان یزد و استان لورستان نیز به ترتیب در جایگاه سوم و چهارم قرار گرفتند و شاخص فلاکت آنها بین 58 تا 56 واحد برآورد شده است. به گزارش دنیای اقتصاد میزان تورم سالانه استانهای مختلف ایران که توسط مرکز آمار منتشر شده نشان می استانهای لورستان 67 درصد، کرمانشاه 64 و درصد و کردستان 63 و درصد بیشترین نرخ فلاکت را داشتند. باندهای حکومتی در خلال جدالهایشان گفته و نوشتند که تورمی که رئیسی ایجاد کرد از سال 1322 تا کنون بیسابقه بوده و تورم بالا در سالهای 1321 و 1322 ناشی از پیامدهای جنگ جهانی دوم و اشغال ایران به دست متفقین بوده است. آفتاب نیوز 11 همه اردی بهشت 1402 یعنی رئیسی فراتر از قارتگری های شاه و چهار دهه حاکمیت فوق چپاول شیخ رکورد زده است. حسین شریعت مداری در کیهان تحت امر خامنه ای با دفاع از سیاست های اقتصادی رئیسی در مقاله‌ای با عنوان اسب زین شده زیر پای دولت چهاردهم بر سر پزشکیان منت گذاشت که در شرایط مطلوبی سکان اداره کشور را به دست می‌گیرد. در مقابل سایت حکومتی بهار نیوز نوشت نه تنها اسب زین شده ای وجود ندارد بلکه اسبی فلج در اختیار دولت چهاردهم گذاشته شده است. احمد زیدآبادی در کانال تلگرامش پزشکیان را وارث یک بار شیشه دانست. در شبکه های اجتماعی از اسب لنگ، اسب فلج، اسب نحیف و مردنی در زمین سوخته یاد شده است. آخوند حسین مظاهری از مراجع اصفهان در دیدار هفته مهر سال پیش خود با رئیسی گفت قضیه اقتصاد الان یک صورت زشتی پیدا کرده است. ما سراغ نداریم در این چهل ساله بلکه از نظر تاریخ در این صد ساله قضیه اقتصاد به این بدی پیاده شده باشد. یک چیزهای قریب و عجیبی راجع به اقتصاد الان هست و مردم مبتلا هستند بدانید که این قضیه اقتصاد خیلی مردم را متلاطم کرده حق هم دارند و قضیه اقتصاد باید هرچه زودتر حل شود مردمی که اقتصاد ندارند دین ندارند مردمی که اقتصاد ندارند نشاط ندارند و مردمی که اقتصاد ندارند باید بگویم وضع دین و اخلاقشان فوقلاده پایین هست رئیسی قاتل در همین دیدار به دروغ پردازی های همیشگی ادامه داد و از شاخص های مثبت اقتصادی از رشد اقتصادی تا کاهش و از بین رفتن کسری بودجه کاهش رشد نقدینگی و کاهش نرخ بیکاری سخن راند. خامنه ای در ده بهمن در دیدار با گروهی از عوامل رژیم که از آنها با عنوان تولیدگران نام برده شد، درباره پیشرفت های رژیم در زمینه اقتصادی داده سخن داد و با دلخوری از اینکه چرا مردم ایران از این پیشرفت ها بیخبرند گفت متاسفیم که این پیشرفت ها برای مردم توضیح داده نشده و اکثر افراد ملت از این گونه تلاش ها و توفیقات و ابتکارات که جزء نعمت های الهی است بیخبرند. خلیفه ارتجاه در ادامه باد و های وقیحانی خود برای اینکه شکست و بنبست دولت رئیسی در زمینه اقتصادی را که مردم ایران به خوبی از آن باخبرند رشد و پیشرفت قلمداد کند گفت و کارهایی که انجام گرفته همه در شرایط تحریم انجام گرفته او مشکلات موجود را هم به گردن دولتهای قبلی انداخت و اضافه کرد در این میان بعضی از دوره ها هم دوره های کمکاری دولت ها بوده. دهی نوت دهی خیلی پیشرفت خوبی برای ما نبود. اما در این حال این کارها انجام گرفته. اما خرابی اوضاع فراتر از آن است که با پشتک و واروی خامنه ای قابل پرده پوشی باشد. مرتزا افقه اقتصاددان حکومتی درباره بحران های مرگبار اقتصادی که میراث دولت دردانی خلیفه است و نماینده خامنه ای در کیهان آن را اسب زین کرده زیر پای دولت چهاردهم توصیف کرده چنین میگوید شواهد نشان میدهد شرایط خوب نیست نه تنها اسب زین شده ای وجود ندارد بلکه اسبی فلج زیر پای دولت است وی با اشاره به خالی بودن خزانه و بنبست نظام و اینکه مشخص نیست دولت چهاردهم باید چه کند افزود ادعای اسب زین شده که دولت چهاردهم تحویل میگیرد فقط یک بلوف بود و شرایط در حال حاضر در بدترین شکل ممکن است و حتما خزانه نسبت به تعهدات دولت خالی است رسانه حکومتی کار و کارگر در شماره 24 تیر 1403 گزارشی از سخنان فرشاد مؤمنی در نشست رونمایی از کتاب مرگهای اثر ناامیدی و آینده سرمایهداری منتشر کرده است وی در این سخنرانی به موارد تکان دهنده به قرار زیر میپردازد اساس مناسبات رانتی در ایران استثمار ظلم و نابرابرسازی و بیاعتنایی به اکثریت جمعیت است ایران رتبه نهم مصرف کنندگان مداوم نوشیدنی های الکلی دنیا اعتیاد به مواد مخدر و خودکشی به ابعاد نگران کننده رسیده سپردن امور به بازار بدون فراهم کردن زمینه ها به معنای حاکم کردن قانون جنگل است به جای فهم ریشه خودکشی ها انتشار داده ها را متوقف می کنند وقتی از بازار نادرست استفاده می کنید قوانین تان از منافع مافیاها ها حمایت می کند. بازارگرایی در ایران با راند و فساد پیوند دارد. صاحبان کار و سرمایه در ایران به اسارت رباخارها و دلالها در آمدند. صنعت نساجی ایران را بی سر و صدا نابود کردیم. با مبارزه با استکبار برای استکبار جهانی مشروعیت ایجاد می کند. اتهام ارتباط با استکبار به فعالان محیط زیست و خیلیه ها چه معنایی دارد؟